عشان جان بفهمه. سلام، خوبی آره؟ سلام، خوبی؟ قربونت بابک، سلام. اولین بار با تو صحبت میکنم، با آرمی صحبت کرده بودم، خیلی خوشحالم. درود بر تو، خیلی خوشحالم اراده قربونت دارم. من خواستم راجع به چیز دیگه صحبت کنم، حالا بحث شد، فقط من یه چیز کوتاه بگم. این دوستم گفت جا وجود نداره، اتفاقا زیادم وجود داره، فکر کنم ایشون ندیده نمونش هم، حالا اگه دوستان خودشون برن بخونن. چی وجود داره؟ اینو ببین همین که عشان جان انعام... باید اینا رو بذار من یه توضیح بدم. ما این ویدیوها رو تیکه تیکه میکنیم، برای همین باید توضیح کامل بدیم، برای اینکه این میشه ویدیو خودش، برای همین باید بگیم که ما داریم در برشی صحبت میکنیم که وقتی این ویدیو کات شد تایتل مناسب داره... براش بتونیم انتخاب کنیم. درست؟ نه یعنی کسی نمیدونه ما داریم در برشی صحبت میکنیم. بله بفرمایید. آره درست میگی. درباره همین که گفتن که تیجا تو قرآن نیومده که قرآن نباید تغییر کنه تا همیشه همینه و اینا، الان 262 دوست عزیزمون داشتن میگفتن، من خواستم یه نمونهش رو بهشون بگم. یه نمونهش مثلا انعام آیه 115 میگه که کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید، به کمال رسید و هیچ کس نمیتونه که تغییر و دگرگونی تو کلام خدا ایجاد کنه. این یه نمونهشه. همونجا تو انعام آیه 34، تو یونس آیه 64، اینو علنا داره میگه که این کلام خداه و هیچ کس نباید توش حتی کوچیک‌ترین چیزی عوض کنه توش. حتی حدیث داره. البته ادعاش این نبود، ادعاش این نبود که بگه که قرآن نگفته که این کتاب عوض نمیشه. ادعاش این بود که قرآن نگفته که این قوانین باید همیشه رعایت بشه. ادعاش این بود. آره، حتی حالا اگه حدیث هم بخوام، چیزی که خود مسلم را قبول دارن، حدیث محمد هم هست که میگه که حدیث رو این قبول نداره. آره حالا بگذارم، آره حالا بگذارم، من حالا از این آیه به نظرم همین بود. حالا آره یه دونه موضوع دیگه هم راجع به داستان مجاهدی بودن، دوستمون داشت صحبت میکرد و اینا. من به نظرم کسی که اگه واقعا نتونه ببینه این شرایط و وضعیت و حرف و اینا رو، واقعا دیگه جای بحثی نمیمونه، بخاطر اینکه انقدر واضح و روشن این قضیه. ما متاسفانه به اشکال کارمون اینه که یه طرف داستان اینا هن، یه طرف هم جمهوری اسلامی هن. یعنی ما هیچ طرفی نداریم که بخوایم. اگه شرایط اوکی بود تو مملکت و چه میدونم مملکت حالت دموکراسی داشت میومد، میگفتش که آقا هر کی از اعضای مجاهدی مشکلی نداره بیاد ایران، اگه کاری نکرده اعضای معمولیشون که اونجا، بعد اون موقع میتونستیم ببینیم که این همه آدم میموندن اونجا یا نه، که با اون وضعیت زندگی کنن، زن و مرد از هم جدا کنن، تا اجازه ندارن که اینا چنم نیازهای ساده زندگیشون مثل نیازهای جنسیشون هم برطرف کنن، نمیتونن بچه دارشن. و کدوم آدم عاقلی میمونه تو چه این وضعیتی؟ مشکل اینه که ما این طرف داستان هم جمهوری اسلامی انقدر اینا میترسونن. حالا هستن اعضایی که جدا شدن دیگه، صحبتاشون هستش و اینا، میشه راجب بری گوش کنی ببین چی دارن میگن دیگه. همه که دروغ نمیگن، اگه شرط اوکی بود مثلا چنین چیزی پیش نمیاد. حالا یه پیشنهادم، البته نه، البته من فکر نمی کنم برای این اساس باید باشه که همه چی میگم، برای اینکه من همه بعضی موقع چرت و پرت هم میگم. ما باید بر اساس سند صحبت کنیم، اگه سند نباشه نمیتونیم این ادعا رو بکنیم. حالا حتی اگر همه هم من بگن یه فول درست، نه همه که نه، سند خب کسایی هم که جدا شدن و اومدن دارن صحبت میکنن، این یه ادعا داره میکنه دیگه. اگه شرط اوکی بود میومد تو دادگاه ادعاشو میکرد و حالا یا ثابت میشد که داره راست میگه یا داره میگفت دروغ میگه. این خودش سند حرفی، کسی که این همه شاهد از یه نفر دو نفر هم نیستن که، یعنی که به نظر من حالا میگم این آدم ها که جدا شدن از مجاهدین، میگم الان موجودن دیگه، اینا سند خودش دیگه، ادعا دارن، شاهده که آقا اونجا این شرایط بوده، این سختی ها بوده، این ادعاشون کافی. ببین ادعاشون کافی نیست که، ببین ادعاشون به خودی خود کافی نیست به عنوان سند. خب آره همین رو میگم، میگم ادعا اگه دادگاهی بود که برگزار میشد میومد ادعا رو بررسی میکرد دیگه. میگم مشکل اینه که ما طرف این ورمون جمهوری اسلامیه، همین رو میگم من. ما هیچ رو با قطعی صحبت نمی کنیم. ما این ادعاها رو دیدیم، ادعاها رو دیدیم خیلی شبیه همه، برای همین به نظرمون احتمالش رفته خیلی بالا، برای اینکه خیلی کسای مستقلی از هم دارن یه ادعایی میکنن که خیلی شباهت با هم داره، و این معمولا احتمال اینکه یه چیزی باشه وقتی آدمای مستقلی دارن یه سری ادعایی میکنن که شبیه همه، احتمال هیچ قطعی نمیکنه، ولی احتمال درست بودنش رو میبره بالا. ما میگیم خب حالا هست یا نیست، یه کسی تهمت، یه اتهامی به کسی زده شده، اتهام قانونی به کسی زده شده، دادگاهی انجام باید دادگاهی باشه، اینا بیان از خودشون دفاع کنن، اگه جرمی انجام ندادن خب راحت آزاد میشن، مشکلی نیست. دقیقا بحث همینه. حالا من یه سوال ازت داشتم، بذار رب نداره اشکال نداره بپرسم ازت.
من بپرس داری که من برم سراغ حالا شهر راجع به فیزیکه، چند بار صحبت شده بود، خواستم این ازت بپرسم که مثلا یه چیزی مثل قوانین فیزیک اینا واقعیت دارن یا برداشت ما از دنیا، یعنی مثلا ما اومدیم یه سری فرمول در آوردیم از دنیای فیزیک، اینا واقعا همین جوری هن یا اینکه ما اومدیم مدل کردیم اون اتفاقی که داره میفته رو و بر اساسش فرمول در آوردیم، اینا متوجه منظورم میشی؟ بله بله، این اینا برداشت ما از واقعیته. خب ما خود واقعیت رو هیچ وقت به طور مستقیم نمیتونیم تجربه بکنیم، چون هر تجربه، برای یه تجربه کردن واقعیت ما یه وسیله لازم داریم. خب وسیلهش میتونه احساسات ما باشه یا میتونه وسیله های دیگه باشه. خب ولی هر وسیله‌ای که استفاده بکنیم، خود اون وسیله میشه پرده. خب ما همیشه یک پرده بین ما و حقیقت وجود خواهد داشت، هیچ وقت امکان نداره بتونیم، اصلا معنی نداره که ما بتونیم واقعیت رو اونجوری که هست تجربه بکنیم، چون اونجوری اصلا گفتنی که اونجوری هست، گفتن این در حرف زدن درباره تجربه ما از واقعیته. یعنی همیشه ما داریم درباره تجربه خودمون از واقعیت صحبت می‌کنیم، نه درباره خود واقعیت. خب خود واقعیت رو چون هیچ وقت نمیشه تجربه کرد، اصلا معنی نداره این حرف. ولی ما تجربه، برداشتی که داریم از تجربه، چون خیلی قوانینش ثابته، میدونیم که این قوانین برداشت از یک واقعیت هست. به دلایل مختلفی ما میدونیم این برداشت از واقعیت هست، یعنی درسته که برداشته و از واقعیت، ولی کاملا من اینو حالتش بدارم بابا که داری حواسم پرت میکنی، ما میدونیم که این برداشتمون از واقعیت هست و خود واقعیت نیست، ولی چون احکامش ثابته میدونیم که این وصف هست، یه جوری یه ربطی با واقعیت داره. خب چون که قوانینش کاملا ثابته، یکی این که ما میتونیم پردیکتیو قوانینی رو که ما تونستیم، مدل هایی که تونستیم بسازیم از طبیعت، با هم تناقض نداره. چون تناقض نداره میدونیم که اکسپلانیتری پاور داره. اکسپلانیتری پاور فارسی میشه قدرت توضیح داره. خب پردیکتیو پاور داره، یعنی قدرت پیشبینی داره. و منیپولیتیو پاور داره، منیپولیتیو پاور میشه قدرت عوض کردن، میشه تکنولوژی. خب منیپولیتیو پاور همون تکنولوژیه. خب چون مدل هایی که از جامعه، از حقیقت ما ساختیم، هم چیز اکسپلانیتری پاور داره، یعنی خودش رو نقض نمیکنه، هم پردیکتیو پاور داره، یعنی قابلیت پیش بینی آینده رو داره، و هم منیپولیتیو پاور داره، یعنی تکنولوژی رو به وجود میاره، ما میدونیم که این برداشتی که داریم که از واقعیت، یک باستابی از یک واقعیت هست. حالا اون واقعیت به خودی خودش چی هست، هیچ وقت اینو ما نمیتونیم اصلا در برش صحبت بکنیم، ولی میدونیم یه باستابی از واقعیته. به عبارت خلاصش بگم، اگه ما مدل هامون بر اساس واقعیت نبود، هیچ وقت رو کره ماه نمیتونستیم بریم. خب یعنی میدونیم که اینا حتما برداشتمون بر اساس واقعیته، مگر اینکه چجوری رفتیم کره ماه. معنیش متوجه شدی هاش اینجا؟ آره عادی بود، مرسی. ولی درباره ریاضی این نیست دیگه، درسته؟ نظر چیه؟ زبان مثلا ریاضی رو بیشتر به عنوان مثلا، نمیتونیم مثل فرمول ریاضی رو بگیم به همین داستان فرمول چیزای فیزیکو داره، درست میگم؟ نه، ریاضی هم خودش برداشت ما از واقعیت، خود واقعیت نیست. یعنی اونم به قول حال دوستمون داره میگه مدل، مثلا این قوانین فیزیک مدل سازیه مثلا. درسته. ریاضی هم همینه، یعنی فرمول ریاضی هم در واقع همون یه برداشته. دقیقه، یک برداشته. یعنی یه برداشت خیلی هم جالبه، برای اینکه ما یه برداشتی هست که فقط یه مدل هایی هست، یعنی برای ما خیلی جالب باشه. یعنی فرض کن که با همین روش های اسم گذاری ما یک سیستم خیلی ناقصی درست کردیم و چقدر به ما جواب داده. خب یعنی فرض کن که ما اگه مثلا بیشتر میتونستیم ببینیم و یک مدل های قوی تری داشتیم، چقدر طبیعت رو بیشتر میتونستیم توجیه بکنیم. حالا اون یه بحث دیگه است، ولی خب حالا احتمالا یه روز بهش میرسیم دیگه. بله یه روز بهش میرسیم. حالا من همیشه به این فکر میکنم که مثلا با همین قوانین که حالا میدونیم هم ناقصه، مثلا با اختلاف چند سانتی متر ما فرود اومدیم،
این خیلی جالبه. نه با همین سیستمای ناقبی ما داریم با یه سیستمای به شدت ناقص مثل اس گذاشتن 2-3 مساوی و چیزای فرمولای ریاضی، یعنی از کلام و از ریاضی و اینا داریم استفاده میکنیم و با همین سیستمای ناقص تونستیم بفهمیم که 1,000 ثانیه بعد از شروع بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده و حتی خیلی کمتر. یعنی چجوری ما تونستیم به این نتیجه ها برسیم، چجوری تونستیم بفهمیم که ما یک اتم مثلا استرانگ انرژی که پروتون ها رو به هم وصل میکنه رو از این میتونیم اینا رو میتونیم در بیاریم و مثلا بمب اتم بسازیم. یعنی اصلا باور نکردنیه که چجوری تونستیم با یک سیستم با ناقصی مثل ریاضی و با احساسات با درک سنسیشن هایی که مثلا ما داریم با یه همچیز چیز خیلی محدودی چقدر تونستیم رازهای طبیعت رو در بیاریم. یعنی فرض کنیم که مثلا ما اگه بیشتر میدیدیم یا یک سیستمای بهتری داشتیم چه رازهای دیگه رو الان در... یه روزی ممکنه ما البته اون روزی که ما بتونیم چشمای دیگه ای داشته باشیم برای دیدن طبیعت دیگه ما اون موقع اگه انسان نیستیم دیگه، ما ماورای انسانیم. آره کلا بحث جالبی زیاد میشه حرف زدش، من چون بچه‌ها منتظرن دیگه حالا ادامهش نمیدم ولی خیلی میشه راجعش حرف زد اگه وقت فرصت داشتین. فقط آرمین یه دوره میگفتی که یه سری دوره برداشتی که یه سری استادای دانشگاه هستن و قرار بود بیای یه سریشو نوت برداری کنی بگی و اینا، اینا خواستم ببینم که همین چیزایی که اول برنامه میگی یا اینکه هنوز انجام ندادی. من رفتم ببینم که چقدر میشه اینو ترجمه کنن، دیدم خیلی گرونه، من پولش ندارم. یعنی هر کدومش من باید پول بدم یه کسی بیاد ترجمه کنه. خودم میتونم همین کارو میخوام بکنم، هر یکی یکی بیام بگم ترجمهش رو نمیتونم بکنم چون که مثلا ممکنه 5-6 ساعت طول بکشه که من یه لکچر رو بخوام کاملا ترجمه کنم، ولی میتونم همون خلاصه‌ش رو و برداشتم رو بیام توضیح بگم. بسه در خلاصه هم منتظریم. مرسی. باشه باشه. ممنون.